روز جهانی زن امروز در 5 قاره دنیا در حال برگزاری است. سازمان ملل متحد برقراری تعادل و برابری جنسیتی را محور خواست‌های زنان اعلام کرده و سازمان‌های مدنی و دولتی در سراسر جهان با برگزاری مراسم مختلف موفقیت‌های خود را جشن گرفته و بر خواست‌های خود پافشاری کردند. گزارش شیده رضایی شما را در جریان مراسم و خواست‌های زنان در کشورهای دنیا قرار می‌دهد. هیچ کشوری رسماً بانی جنبش زنان نیست، اما روز جهانی زن متعلق به همه زنان و مردان دنیاست و هدف آن گرامی داشته مبارزات زنان برابری خواه، عمق بخشیدن، اتحاد و فراهم کردن بستری برای دفاع از حقوق آنان است و هر کشوری آن را به رسم و سیاق خود برگزار می کند. در آمریکا، ستارگان صنعت سرگرمی، زنان کارآفرین، نویسندگان و مشاهیر سیاسی زن روی فرش قرمز رژه رفتند و خواستار توانمندسازی زنان شدند. ما امسال روز جهانی زن را در حالی جشن می‌گیریم که مردم آمریکا با فرستادن بیش از 100 زن به کنگره ایالات متحده نقطه عطفی را در تاریخ کشور رقم زدند. در هند، صدها زن در اعتراض به خشونت جنسی و آزار گسترده زنان در محیط کار و خانه ها تظاهرات کردند و خواستار تغییر شرایط نابرابر شدند. در اندونزی، صدها زن در جاکارتا در جلوی کاخ ریاست جمهوری گرد آمده و با حمل پرچم و پلاکارد شعار برابری در خانه و محیط کار سر دادند و خواستار پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان شدند. در روسیه نیز که سنتی دیرینه در برگزاری روز جهانی زن دارد، زنان جشن گرفتند و گل فروشی ها رونق یافتند. اما ولادیمیر پوتین به سبک و سیاق خود سوار بر اسب روز جهانی زن را به زنان پلیس تبریک گفت. در اسرائیل، زنان آزادی خواه با خواست تغییر و برابری به خیابان ها آمدند. اما یهودیان افراطی و ارتدوکس با ورود آنها به نزدیکی دیوار مقدس مخالفت و راه آنها را سد کردند. در فیلیپین نیز، هزاران زن در مانیل در اعتراض به سیاست‌های ضد زن پرزیدنت دوترته، رئیس جمهوری آن کشور در جلوی کاخ او گرد آمده و لباس زنان قربانی تجاوز را به عنوان پرچم همراه خود آوردند. در کره جنوبی، زنان دانشجو روز جهانی زن را جشن گرفتند و خواستار برابری در محیط کار شدند. و در پایان، فعالان عفو بین الملل به نیابت از زنان عربستان جلوی سفارت عربستان در خیابان‌های پاریس گرد آمده و خواستار آزادی فعالان زن زندانی و رفع شرایط تبعیض‌آمیز آنها شدند.